سلام و درود بینندگان گرامی از داد تیوی. امروز جمعه 14 اکتبر است. در استودیو با شما هستم عزیزی سعید. در برنامه خبر امروز چنین موضوع را داریم. اینک توجه کنید. در نشستی سه‌جانبه همسایه ها به چی توافقی رسیدند؟ پوتین: در روسیه 2 میلیون مهاجری تاجیک کارو زندگی میکند. شورای اروپا روسیه را رژیم تروریستی اعلان کرد. در نشستی سه‌جانبه سرانی کشورهای روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان مسئله دلیمیتاسیا و دمارکاسیا مرزی بررسی شده است، اما دقیق نیست که جانبها به چه توافقات جدی رسیدند. روز 13 اکتبر در حاشیه نشستی همایش ششمی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر استانه قزاقستان، نشستی سه‌جانبه پرزیدنت های روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. گفته می شود نشستی مذکور با تشبث جانب روسیه صورت گرفته. در آن ولادیمیر پوتین، امام علی رحمان و صادر جبارو شرکت کردند. با اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، در این ملاقات رهبران هر سه دولت مسائل امنیتی منطقوی و ثبات در آسیای مرکزی، اینچنین مسائل مربوط به دلیمیتاسیا و دمارکاسیا سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی کردند. ظاهرا از این واخوری چیزی که برای تاجیکستان و قرقیزستان مهم باشد به دست نیامده است. تنها گفته می شود که جانب ها به موافقه رسیدند که مسئله های به میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کاری گروه های حکومتی و کارشناسان آید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیا طبق توافقاتی قبلا حاصل شده حل کرده شوند. کارشناسان حدس میزنند که برای رحمان حضور در این نشست قالبی بود و مجبور شد به خاطر تشبث روسیه شرکت کند. این را از نوارهایی که از رفت این نشست در اینترنت راه یافتند مشاهده کردن ممکن بود که امام علی رحمان به نشست هم تأخیر کرد و هم با رئیس جمهوری قرقیزستان سلام نکرد. روسیه با وضع کنونی که حالا به آن گرفتار است، تلاش دارد حداقل وضع در کشورهای همپیوانانش و خصوص آسیای مرکزی آرام باشد. از این رو میخواهد در بین تاجیکستان و قرقیزستان نقش میانجیگر را بازی کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 13 اکتبر در حضور خود امام علی رحمان تاکید کرد که در روسیه 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکند. در نشست سه‌جانبه ولادیمیر پوتین از همکاری های زیچی روسیه و تاجیکستان و قرقیزستان یادآور شده آنها را شریکان مهم استراتژی خود خواند و در ادامه یادآور شد که حدود 1 میلیون از شهروندان قرقیزستان در کشورش به تحصیل و کار و زندگی مشغولند و از شهروندان تاجیکستان باشد 2 میلیون در آنجا کار و زندگی دارند. این در حال است که مقامات رسمی تاجیکستان از جمله خود امام علی رحمان تلاش میکند همیشه آمار رسمی را از مردم پنهان کند و شمار مهاجران را کمتر نشان دهد. مقامات بارها تاکید میکند که مهاجران تاجیک در روسیه از 1 میلیون هم کمتر و شمار آنها را بین 400 تا 900 هزار نشان میدهد. اما طبق آمارهای غیر رسمی عین حال بیش از 2 میلیون شهروندان تاجیکستان که قوه کاری و مغزهای علمی کشور محسوب میشوند در خارج از تاجیکستان بخصوص در روسیه قرار دارند. اسامبلی پارلمان شورای اروپا قدنامه را برای حمایت از اوکراین و شناختن فدراسیون روسیه به عنوان رژیم تروریستی قبول کرد. با طرفداری قدنامه افزایش این بعدی تجاوزکاری های روسیه ضد اوکراین، 99 نماینده پارلمان اروپا رأی موافق داده، یک نماینده رأی بی‌طرف داده است. در این قدنامه گفته می شود که این تجاوز باید به صراحت به عنوان یک جنایت، به عنوان نقض قوانین بین المللی و به عنوان تهدید اصلی برای صلح و امنیت بین المللی محکوم شود. اسامبلی پارلمانی شورای اروپا همچنین خواستار ادامه تامین اوکراین با سلاح شد. گفته می شود پیش از آوازدهی، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در نشستی شورا آنلاینی سخنرانی کرده، خواستار پشتیبانی از قدنامه شده بود. نقطه های اساسی قدنامه اینهایند: محکوم کردن تجاوز فدراسیون روسیه و اعتراف آن همچون جنایت طبق حقوق بین المللی، تصدیق صاحب اختیاری اوکراین، سرعت بخشیدن به تأسیس تریبونال مخصوص بین المللی برای تعقیب افرادی که علیه اوکراین جنایت های جنگی صادر میکنند، تشکیل مکانیزم مکمل بین المللی جبران از جمله فهرست بین المللی ضرر، تامین اوکراین با سیستم های دفاع هوایی، تازه کردن سازمان های بین المللی از جاسوس های روسیه و غیره. اسامبلی پارلمانی شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که روسیه را همچون دولت تروریستی اعتراف کرد.
یادآور میشم که روزی 16 مارتی سال جاری کمیته وزیران شورای اروپا تصمیم گرفته بود که روسیه را از هیئت شورای اروپا خارج کند. اینچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزی چهارشنبه 12 اکتبر با تصویب قطعنامه به خاک روسیه همراه کردن زمین های اوکراین را به رسمیت نشناخت و آن را محکوم کرد. اینجا برنامه خبری امروز به پایان میرسد. خبر و گزارش های بیشتر را میتوانید در سامانه ما از دانوک تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.